بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان نهایت محترم و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش هستیم که باز هم در یکی دیگری از برنامه های تاریخ و خاطرات نهضت اسلامی در خدمت شما عزیزان قرار داریم. خوشبختانه باز هم استاد عزیز و گرامی جناب پیرزاده صاحب را با خود داریم. استاد عزیز خوش آمدید میگیم. سلام، خوش آمدید. جناب استاد، به تعقیب بحث های قبلی که داشتیم در رابطه با شخصیت جناب پوهان غلام محمد نیازی و قضایای فوتشان و زندگیشان، اگر کمی معلومات به بیندگان عزیز ما تقدیم بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. پوهان غلام محمد نیازی اصلا از ولایت غزنی است. یک منطقه از به نام شلگر یاد میکنن اندر، از اونجاست. اونجا به دنیا آمدن، بعد باز تحصیلات خود در انجام دادن در رشته علوم دینی در فاکولته شرعیات. وقت باز رفتن در مصر در سال 1336 ماستری خود از اینجا گرفتن، آمدن در افغانستان که بنابر بعضی روایات با آمدنشان افکار اسلامی جنبش جهانی اخوان المسلمین هم در افغانستان آغاز شد از این وقت، بنابر اقوال بعضی از مورخین. البته بعضی ها قبل از اون میدانن از طریق خانواده مجددی سر. ایشان در نهضت اسلامی دو روایت موجود است. بعضی ها میگن که رهبری نهضت اسلامی را، نهضت اسلامی معاصر افغانستان را بر عهده داشت، و روایت دیگه میگن نه، ایشان مستقیما دخیل نبود ولی حمایت میکرد، از جانبداری میکرد، پشتیبانی میکرد، راهنمایی میکرد، در پشت نهضت اسلامی ایستاده بود. این دو نظریه مختلف موجود است. متاسفانه ما در اون زمان سن ما بسیار خرد بود. خودم شخصا به عینیت ندیدم کدام از این قضایا چیز است، ولی بعدا که باز ما در پوهنتون رفتیم در اواخر در اوایل دهه 50 میبخش، معلوم میشد که در ظاهر استاد حضور ندارن، در ظاهر تجمعات و تظاهرات و محافل و مجالسی که در وقت برپا میشد. به هر صورت ایشان در نهضت اسلامی سهیم بودن. از این نمیشه که ما کتمان بکنیم و این را نادیده بگیریم. بعدها باز زمانی که رژیم سلطنتی پایان یافت و به اثر کودتای 26 سرطان رژیم داود خان به وجود آمد و در او چپی ها خصوصا جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق نقش برجسته داشت، فشار بالای نهضت اسلامی و بالای رهبرایش و اعضایش افزایش یافت و در نتیجه همین فشارها نهضت اسلامی مجبور شد که دست به چند قیام مسلحانه بزنه علیه رژیم، از طریق نظامی، از طریق قهرآمیز اقدام بکنه. در روی اقدامات در سال، در یکی از روی اقدامات که در سال 1353 صورت گرفت و متاسفانه اقدامات ناکام شد، قرار بود که بنابر مصاحبه‌ای که ما با مرحوم استاد برهان الدین ربانی داشتم چندین بار، ایشان یادآور شدند که وقتی که قرار به این شد که ما شب برم در خانه استاد نیازی، استاد نیازی، بله، غلام محمد نیازی، و بیان را مشترکاً بیانیه پیروزی انقلاب خدا از طریق رادیو افغانستان که وقت یگانه رادیوی افغان کشور بود اعلام بکنیم و این را مشترکاً بنویسیم. فیصله برامی شده بود
باز گفت متاسفانه قبل از اینکه ما برم برای ما پیام رسید که یه قیام افشا شده و افرادش دستگیر شدن و در جمله غلام محمد نیازی هم در سال 1353 دستگیر شد. بعد از این باز ایشان زندانی بودن در زمان داوود هم و در زمان بعد از پیروزی کودتای خونین هفت ثور زمان کمونیست ها در زندان بودن و در سال 1358 در قیام هشتم جوزا که بعدا ما شما اگر وقت بود باز روش بحث خواهد کردیم در پروگرام های آینده انشالله قیام هایی که صورت گرفت از طرف مسلمان ها از نهضت اسلامی از طرف زندانی ها البته در داخل کدام زندان کدام زندان؟ زندان پل چرخی که زندان معروفی وقت بود در او قیام هشتم جوزا 140 نفر از برادرها شهید شدن که در او جمله متاسفانه مرحوم پوهان غلام محمد نیازی هم شامل بود از جمله همون شهدای عزیز بود انجینر سب نصرتیار هم در همون جمله بود و برادرهای دیگه بود جمعا بودن تقریبا اکثریت منابع تاریخی که ذکر کرده حدود 140 نفر در جریان از همون قیام توسط رژیم مستبد همون وقت رژیم ترکی رژیم کمونیستی ترکی اینا به شهادت رسیدن که در اون جمله غلام محمد نیازی هم شامل بود. به هر صورت نقش غلام محمد نیازی رو نمیشه در نهضت اسلامی نادیده گرفت. اگر ما نادیده بگیریم یه جفای باز بزرگ است، ولی که نظریات مختلف موجود است، بعضی برادرها میگن رهبر نهضت بود و بعضی میگن نه، این یک مسئله اختلافی است. خود انجینر سب حکمتیار هم در یکی از مصاحبه‌هایش که در این کتاب نهضت اسلامی ما او را آوردیم به صراحت تذکر داده که انجینر سب چیز استاد پوهان غلام محمد نیازی در رهبری نهضت سهم نداشت، ولی ما را حمایت میکرد، پشتیبانی میکرد و ما در دیانتش و در پشتیبانیش از دیانت از پشتیبانیش برخوردار بودیم، از حمایتش برخوردار بودیم. حتی انجینر سب در او یادآوری میکنه، انجینر سب حکمتیار میگه که در زندانم قرار بی بود که از طرف برادرها بخصوص از طرف انجینر سب نصرتیار پیشنهاد شده بود که شما رهبری نهضت در زندان بر عهده بگیرین. میگه در اوجم میشان قبول نکرد و گفت من شما رو فقط دعا میکنم و حمایت میکنم از شما. دلیلش هم انجینر سب حکمتیار ای را آورده که موقعیت اجتماعی، موقعیت علمی استاد، موقعیت اجتماعی استادی که در زمان داشت همین موقعیتش ایجاب نمیکرد و شرایط مو بسیار زیخ بود، مثل حال نبود که ما شما میبینیم که آزاد است و مسلمان ها میتونه فعالیت بکنه و بسیار یک شرایط سختی بود. در اون شرایط دشوار لابد صلاح و منفعت مسلمان های موقع بایی دیده بودن که استاد دست و صورت غیر مستقیم از نهضت رهنمایی بکنه و حمایت بکنه و پشتیبانی بکنه. معلوماتی که من دارم در بارش همی به صورت مختصر اگر بیشتر معلوماتم و گذشته از او در مسئله چیزم بسیار جان نقش فعال داشت. باید ایر از یاد نبرم وقتی که مرحوم بایم یا شهید عبدالرحیم نیازی شهید شدن از هندستان جنازه ش آوردن، حکومت مخالفت میکرد، نمیخواست که جنازهش با یک مراسم تا یک مراسم برگزار شود و با اثر پافشاری این اکثر روایات مستند موجود است که با اثر پافشاری و زحمات بی‌شایبه مرحوم غلام محمد نیازی جنازه ایش در مسجد پل خشتی در سال 1350 بسیار با شان و شوکت و بسیار با یک عظمت و صلابت برگزار شد. بعد از اونجا جنازهش منتقل کردن در مسخط و رأسش در زادگاهش در ولایت فاریاب در اونجا به خاک سپردن. در اونجا نقش بسیار عمده داشت، حتی میگه از طرف زمامدارای او وقت از جمله سردار عبدالولی که تقریبا حاکم غیر مستقیم اردی افغانستان بود اخطار داده شده بود به استاد به پاهان غلام محمد نیازی که شما یه مراسم برگزار نکنین، ولی استاد گفته بود نه، به هر شکلی که باشه ما مراسم برگزار میکنیم به اون عظمت و شکوه او را برگزار کردن.
او جمله کسایی که بسیار سهم عمده داشت از برادرای ما انجینر سیب احمد شای احمد زی بود در او قضیه او معلومات بسیار دقیق بیشتر داره و توقع ما ایست که کاش که او را نوشته میکردن و کدبیری چیز می آوردن که برای نسل های بوینده میمون که شرایط چی گناه بوده به وقت. تشکر استاد. با استاد عبدالرحیم نیازی اشاره کردین، میشه در رابطه با زندگی از او هم کم اشاره داشته باشین؟ عبدالرحیم نیازی را برادرایی که هم در جمعیت هست هم در حزب اسلامی دهی که بنیانگذار نهضت اسلامی بوده در این اختلاف ندارن، ولی در مسئله رهبریش نظریات متفاوت دارن. اکثریت برادرها که در حزب اسلامی است به این نظر هستند که رهبر نهضت اسلامی جوانان که به نام جوانان مسلمان یاد میشد عبدالرحیم نیازی بود. و ایره اینجیر سبک متیارم در چندین مصاحبه خود سخنرانی خود گفته که به شکل نبوده که کدام انتخابات صورت گرفته باشه یا کدام رای گیری شده باشه یا کدام نشست شده باشه، ولی همون فعالیت هایی که در او وقت میکد و فعالیت هایی که داشت و به اثر همون فعالیت هایش تقریبا دی به صورت غیر مستقیم شکل رهبری همی جریان بر عهده داشت. همه بهش احترام داشتن، به شمول انجینر صاحب بیرحمان و مولوی صاحب رحمان و انجینر صاحب نصرتیار و همه برادرها. یعنی انتخابات صورت نگرفته بود که رهبر شده باشه، اما رهبریتش همه پذیرفته بودن، قبول کرده بودن. من از نزدیک ندیده بودمش، کسایی که از نزدیک به همراهش تماس داشتن اونا روایت میکنن که آدم بسیار مؤدب، آدم بسیار با تقوا و جوان بسیار با حوصله بود. حتی یکی از برادرها به من قصه کرد، گفت که در مسئله دعوت به حدی آدم خدا رحمت کنه حوصله داشت که به کدام روزی عادت داشت که نماز که برادرها میخوانند در پانتون هر کس پیش میکرد برای زی که برادرها چی شود در با جرات پیدا کنن و مسائل دینی اینا امام پیش میکرد. نماز دیگر بدم یک کدام برادر پیش شده بود نماز به جهر خوانده بود و عبدالرحیم نیازی هیچ دیگران منتظر ازی بودن که البته ای یک صدای خدا بکشه، هیچ صدای خدا نکشیده بود، خاموش. باز وقتی آخر دوام کردن نمازم که خلاص شد باز استا در گوش گفته بود که نماز دیگر به جهر خوانده نمیشه، شما خواندن. به این اندازه آدم بسیار حلیم و بردبار بود و در دعوت اسلامی بسیار نقش برازنده داشت. همه به این اعتراف دارن، چه برادرهای حزب چه برادرهای جمعیت، همه برادرهای نهضت در مجموع که بسیار نقش فعال و برازنده و چیز داشت عبدالرحیم نیازی. اصلا از میمنه بود، در پشتکوت ولایت فاریاب به دنیا آمده بود. در سن 22 سالگی مبارزتش آغاز کرد در فاکولته شرعیات و در 28 سالگی از دنیا رفت. در مورد وفاتش هم دو نظریه موجود است. بعضی میگن به مرگ طبیعی خود، مریضی که عادی حال شده بود به اون مریضی وفات کرد، ولی اکثرا نظر به ایست که نخیر، به اثر کلام دکتری که دکتر رژیم سلطنتی بود به نام فتاح نجم از طریق از او کلام دوا به او ترزیق شده بود و یه باعث ازی شد که ای به شهادت برسه، یعنی او رو شهید ساختن. رژیم هم اون وقت خصوصا کسایی که در رژیم نقش داشتن از جانب کمونیست ها و اینا به گونه غیر مستقیم ترز داشتن از عبدالرحیم نیازی، چون شخصیت بسیار فعال مدبری بود، با درایتی بود، آینده را بسیار خطرناک می‌دیدن که اگه زنده باشه به اون شکل او را از بین بردن و شهید ساختن در بهار سال 1350. برادرها باز ای در اول ابتدا در شفاخانه علی آباد بستری بود، باز از شفاخانه علی آباد برادرها جمع‌آوری کردن، پول جمع‌آوری کردن، این را فرستادن هندوستان. استاد یک وقفه کوتاه می‌گیریم، بعد انشاءالله برمیگردیم به برنامه خود. یک وقفه کوتاه.
بیننده های عزیز، باز هم خوش آمدین. برنامه تاریخ و خاطرات نهضت اسلامی هست و به تعقیب بحث قبلی ما در رابطه با زندگی نامه شهید عبدالرحیم نیازی صحبت داشتیم. استاد محترم بفرمایید. بله، همونطور که قبلا عرض کردم، باز ایشان برادرها پول جمع آوری کردن و فرستادن هندوستان برای تداوی، و کسی که همراهش رفت انجینر صاحب احمد شاه احمدزی بود، معاون اتحاد اسلامی همراه استاد سیافکی بودن. از این طرف باز جنازش آوردن، فوت کرد ایشان، باز بردنش در ولایتشان در فاریاب، اونجا دفنش کردن. و اکثرا نمی روایت به نظر اصح میرسه که ایشان شهید ساخته باشن، چرا خودشم برادرایی که از نزدیک بودن و ما راوی بودن، با ما راوی بودن، اونا به عینیت به چشم سر دیده بودن، همین مسئله را تایید میکنن که عبدالرحیم نیازی و اثر امو لابد زهر که بوده یا دواهایی که بوده از طریق رژیم او را به شهادت رساندن. و از گفته های جالب شکی بود که من اینجا البته گفته های زیادی دارم، یک گفته چیست که یکی از برادرها به ما حکایت کرد، ما در کتاب هم آوردیم، ما رفتیم به دیدنش به چیز به شفاخانه علی آباد، این در حالی که در عنفوان جوانی بود و آرزوهای دیگه میکرد، گفت ما همه گیریه میکنیم، چیزی گفته نمیدانستیم، ازدواج هم نکرده بودن از بس که متاثر بودیم. گفت شما گیریه نکنین، شاید ما جسمان دور شویم ولی روحن با هم دیگه نزدیک خواهیم بود، اما آرزوی ما این است شما که ما و بیرق توحیده که برای اولین دفعه در عصر حاضر در افغانستان در خیابانهای کابل به اعتزاز در آوردیم و او را برافراشتیم، شما او را در زمین نگذارین، همچنان برافراشته نگه دارین. اگر شما این کار را بکنین روی ما آرام و شاد خواهد. از گفته ها چیز با وجود که سنش هم کم بود، با مو صغر سنم یک کتاب نوشته کرده بود به نام اهمیت اقتصاد، دی اقتصاد اهمیت با اسلام و کمونیسم، که اهمیت اقتصاد در اسلام و کمونیسم، که او به زبان پشتو چندین بار بارها چاپ شده و هنوزم نایاب است. امیدوار هستم برادرایی که توانمندی دارن کشکن و کتاب و دری هم ترجمه کنن و اگر بتانن تکثیر کنن. کمیاب است کتابش، کتاب بسیار جامع بود، با وجودی که صفحاتش خطور نبود، کتاب خطور نبود، ولی مطالب بسیار ارزشمند و ارزنده داشت. مقایسه کرده بود نقش و اهمیت اقتصاد از نظر اسلام، اقتصاد اسلامی را و اقتصاد کمونیستی را. این یکی از جمله آثارش هم، یک کتاب مانده متاسفانه، سنش کم بود دیگه نتانست، اراده خدا هم به این رفته بود که در موج سن جوانی از دنیا بره و آثار دیگه از او به جا نمون. حالا همه را شهادتشان قبول بود. الهی آمین. استاد، نشست ها و مجالس نهضت به چی شکل، در کجا، چگونه برگزار می شد؟ وقتی که بعضی نشست های می داشتن، در خانه ها بود، دفتر داشتن؟ در اون وقت اکثر نشست ها نهضت اسلامی جوان های مسلمان که برگزار می شد، اولین نشستشان در یکی از اتاق های یکی از پانتین های کابل برگزار شد که موجودیت نهضت به نام جوانان مسلمان رسما اعلام کردند در سال 1348 در تاریخ 14 عمل. بعد از این اکثر نشست ها در امو اتاق های درسی صورت می گرفت و در جایی را که مسجد جور کرده بودن در لیلی مرکزی پانتون کابل، در اوجم برادرها دور هم جمع می شدن و در منازل بعضی از برادران نشست ها صورت می گرفت که تصمیم گیری های می شد، مثلا که تظاهرات صورت بگیره یا یک محفل شود یا یک مسئله را تجلیل بکنن از یک جریان یا کدام حرکت کمونیستی که شده بود علیه زو موزیگیری کنن. همین نشست ها معمولا یا در امو داخل صنف های فاکولتا برگزار می شد یا در مسجدی که در اونجا ساخته بودن. متاسفانه تا حالم فکر کنم پانتون کابل یک مسجد بزرگ و جامع ندارم، اگر پیشوی لوله ساخته شده در زمان ظاهرشاه عبدالستار سیرت وزیر
عدلیه بود، پادشاه سعودی مرحوم ملک فیصل آمده بود، میخواستن که یک مسجد بزرگ، یک مرکز اسلامی جور شود که همین چپیا و کمونستان نگذاشتن و تا امروز هم پانتونی کابل با مون شان و از عظمت و بزرگیش یک مسجد جامع و یک مسجد بزرگ نداره. یادم مسجدی که دایلاله جور کرده بودن، در همون مسجد برادران نشسته می داشتن و تصمیم گیری خود از اونجا اتخاذ میکردن یا در منازل بعضی از برادرای دیگه معمولا نشسته و مجلس ها زیاد در همینجا برگزار می شد. استاد، در قبل از کودتای 26 سرطان داوود خان یعنی نظام شاهی، فعالیت ها و برنامه هایی که نهضت را اندازی میکرد چی گونه برنامه ها بود؟ به کدام فعالیت ها اونا دست داشتن و او را به سر میرساندن؟ فعالیت ها برادر وقت بیشتر در قالب تظاهرات بود، در قالب راهپیمایی ها بود، در قالب میتینگ ها بود اکثرا. در بعد به تاسیس در سالهای اواخر سال دهه 40 و اوایل دهه 50 نهضت اسلامی کدام نشریه چیزی نداشت. تبلیغات خودم معمولا از طریق همین میتینگ ها و سخنرانی هایی که در پانتون دایر میشد و وقت پارک زرنگار عالی عالم از در کابل مرکز تجمعات بود. چپی هم اینجا تظاهرات میکردن و مسلمان هم در اینجا تظاهرات میکردن. اکثرا تظاهراتشان، تجمعاتشان در همین پارک زرنگار صورت میگرفت و در خیابان های کابل صورت میگرفت. اعتراضات که شد مثلا راجع به یک فیلم که نمایش داده شد به نام فیلم بی خدای، قبلا ما در برنامه قبلی عرض کردم در اعتراض به او تظاهرات بسیار عظیمی شد، برادرها رفتن به طرف شورا حرکت کردن. در بعد از تاسیس نهضت در عقرب 1349 اولین تظاهرات بزرگ نهضت برگزار شد که در اونجا رامان شهید سخنرانیش موجود است در پارک زرنگار. در سال 1350 خود نیازی صاحب از دنیا نرفته بود، شهید نشده بود، مرحوم ابراهیم نیازی، تظاهرات بزرگ در پارک زرنگار برگزار شد. زیاد تجمعات زیادی بود به این شکل که نهضت از این طریق میخواست موجودیت خود در جامعه هم تثبیت کنه، هم گسترش بده و هم از ارزش‌های اسلامی که مورد تاختاز کمونیستا بود از او دفاع بکنه از طریق همی تجمعات و تظاهرات بیشتر. و علاوه بر او وقت امکانات چاپ بسیار محدود بود، یک تعداد دست نوشته هم بود راجع به چیز مسائل اسلامی، راجع به نهضت های اسلامی اینا که برادرها او را به دست نوشته میکردن و باز چیز میشد بین برادرها تکثیر میشد، توزیع میشد، میخواندن یکی به دیگر چیز میکردن به شکل رساله، به شکل کتاب الوطنی و حتی به شکل کتاب، مثلا کتاب از انجینر سید حکمتیار است میالم فکر کنم بارها و بارها چاپ شده به نام تقدم شور بر ماده. همین کتاب هم مخ به شکل نوشتاری نوشته شده بود، برادرها دست به دست هم چیز میکردن، نمره تبادل هم میکردن. فعالیت ها در همین چیز بود، در همین حدود بود. بسیار خوب استاد، در رابطه به نوشتن صحبت کردین، در قضایای فکری چون نهضت اسلامی نهضت بسیار جوان بود، از کدام مراجع تغذیه می شدن از لحاظ فکری؟ اولا امو اعتقاداتی که خود برادرها داشتن، امو اعتقاداتشان باعث ازی شد که اینا در داخل یک تنظیم جمع شوند و سازماندهی شوند و یک تشکیلات را به وجود بیارن. فکر خودشان بود و امو مطالعات محدودی که داشتن از قرآن و سنت و حدیث نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد از او باز که نهضت آهسته آهسته شکل گرفت و کمی منسجمتر شد، کتاب های می آمد که بیشتر از جنبش اخوان المسلمین بود، در ایران ترجمه می شد، ترجمه از او می آمد، برادرها بیشتر کتاب ها را مطالعه می کردن. همچنان از ابوالعلا مودودی رحمت الله علیه کتاب هایی که از حسن البنای شهید بود، از سید خود رحمت الله علیه بود، از اینا، از این کتاب ها برادرها استفاده میکردن، استفاده میبردن برای مسائلی که موجود در وقت.
از لحاظ فکری بین حسن البنای شهید و امام ابوالعلای مودودی و سید قطب تقارب چی اندازه دیده میشه؟ دیگه خوشحکی نیست که هر تمامی نهضت اسلامی تمامی مسلمانایی که در دنیا هست از نظر فکری با هم تقارب نزدیک دارن. من چند شب قبل مثلا در المغرب در مراکش زندگی خانواده را از طریق یک از تلویزیون ها می دیدم، فکر میکردم که در افغانستان است. یعنی مراسمی را که انجام می دادن مسلمان ها به این اندازه با هم نزدیک هستن. از نظر فکری هم تقارب زیاد وجود داشت، منتها چون مصر کشور پیشرفته است نسبت به هند و پاکستان، اینا جمع کشورهای اسلامی، اونا معلومات بیشتر و دید بازتر داشت و آدم میرم ادعا کرده میتونه که جنبش اخوان المسلمین که بعدها با وجود آمد حتما متاثر بود از افکار سید جمال الدین افغان که مدت زیادی را در مصر زندگی میکردن. یعنی ایتو شده نمیدانه که ما جنبش های اسلامی را، حرکت های اسلامی را یا نهضت اسلامی افغانستان جدا از اونا مطالعه کنیم یا از ابوالعلای مودودی را. چرا هر مسلمان، همو گفتم مسلمان ها برادر هم دیگه از دیگه، همو اخوه داره که مثلا مسلمانی که مثلا در افغانستان دارم یا کسی که در مصر است هم همو اخوه داره و خصوصا اگر مبارز باشه همو روش هایی را که من تعقیب میکنم امکان داره با کمی تغییرات او هم تعقیب کنم. بین زیاد تقارب زیاد وجود داشت ولی اونا یک ذره دید بازتر داشتن چون کشور مصر کشور پیشرفته‌ای بود و امکانات اینجا بیشتر بود. جنبش اخوان المسلمین و امام حسن البنای شهید فکر بازتری داشتن و ابوالعلای مودودی هم آدم از نقشش در منطقه چی نه تنها در پاکستان بلکه در بنگلادش و حتی در هند و در افغانستان در این منطقه بزرگ در همین حوزه آدم نمیتونه منکر شه، اونا هم نقشی برازنده داشتن، خداوند رحمتشون. شاید با هم ندیده باشن، احتمال دارم، در این بارم متاسفانه معلومات ندارم که دیدن یا ندیدن، فکر نکنم دیده باشن. اما از لحاظ فکری با هم نزدیک بودن. از لحاظ فکری با هم نزدیک بودن و یک تفاوت هم داشت که اثر فشارهایی که در مصر بالای مسلمان آمد، بالای نهضت اسلامی اخوان المسلمین آمد از طریق ناصر که متمایل به شورایی هم موقع بود، اونا بیشتر بعدن مبارزاتشان تغییر دادن به شکل قهرآمیز، در حالی که ابوالعلای مودودی اینا مبارزات مسالمت آمیز بیشتر پیش می بردن. یعنی سید قطب شهید در بعضی از آثارش که دیده میشه به این نظر بود که مسلمان ها نمیتونه زیاد صبر بکنه که ما کار زیاد فرنگی بکنیم، ما رو دشمن همیدوری کشته بره و سرکوب کرده بره، ما منتظر زی باشیم که ما باید در پهلوی کار فرهنگی که میکنیم باید کار چی نظامی هم بکنیم، کار مسلحانه هم بکنیم. چنان چی کردن هم عملا کردن، در مصر هم کردن و در فلسطین هم گروه های را تشکیل دادن فرستادن که اونا جهاد کردن در فلسطین. بسیار خوب، تشکر استاد از فرصتی که دادن. دوستای عزیز، وقتی برنامه و پایان رسیده، ناگزیر هستیم با هم خداحافظی بکنیم تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما می باشیم. الله حافظ و ناصر همه شما.